فصل دوم، درس چهارم، دهقان فداکار. غروب یکی از روزهای سرد پاییز بود. خورشید در پشت کوههای پربرف یکی از روستاهای آذربایجان فرو رفته بود. کار روزانه دهقانان پایان یافته بود. سفر علی هم دست از کار کشیده بود و به ده خود باز می‌گشت. در آن شب سرد و طوفانی نور لرزان فانوس کوچکی راه او را روشن می‌کرد. دهی که سفر علی در آن زندگی می‌کرد نزدیک راه آهن بود. سفر علی هر شب از کنار راه آهن می‌گذشت تا به خانه‌اش برسد. آن شب ناگاه صدای غرش ترسناکی از کوه برخاست. سنگ‌های بسیاری از کوه فرو ریخت و راه آهن را مسدود کرد. سفر علی می دانست که تا چند دقیقه دیگر قطار مسافربری به آنجا خواهد رسید. با خود اندیشید اگر قطار با توده های سنگ برخورد کند واژگون خواهد شد. از این اندیشه سخت مضطرب شد. نمی‌دانست در آن بیابان دور افتاده چگونه راننده قطار را از خطر آگاه کند. در همین حال صدای سوت قطار از پشت کوه شنیده شد که نزدیک شدن آن را خبر می‌داد. سفر علی روزهایی را که به تماشای قطار می رفت به یاد آورد. صورت خندان مسافران را به یاد آورد که از درون قطار برای او دست تکان می دادند. از اندیشه حادثه خطرناکی که در پیش بود قلبش سخت لرزید. در جستجوی چاره‌ای بود تا بتواند جان مسافران را نجات بدهد. ناگهان چاره‌ای به فکرش رسید. در آن سرمای شدید به سرعت لباس‌های خود را از تن درآورد و به سر چوب دستی خود بست. نفت فانوس را روی لباسهایش ریخت و آن را آتش زد و مانند مشعلی به دست گرفت. سفر علی در حالی که مشعل را بالا نگاه داشته بود به طرف قطار دوید. راننده قطار با دیدن آتش دانست که خطری در پیش است. ترمز را کشید. قطار پس از تکانهای شدید از حرکت بازایستاد.
راننده و مسافران سراسیمه از قطار بیرون ریختند. با دیدن توده های سنگ و سفر علی که با بدن برهنه در آنجا ایستاده بود، دانستند که فداکاری او آنها را از خطر بزرگی نجات داده است. همگی از او تشکر کردند، میخواستند به او پاداشی بدهند. سفر علی گفت: من این کار را برای رضای خدا و نجات شما هموطنانم انجام دادم. پاداش من این است که موفق شدم شما را نجات دهم. سفر علی دهقان فداکار شادی آن شب را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. مترادف دهقان، کشاورز، فداکار، از خود گذشته، فداکاری، از خود گذشتگی، روستا، ده، فرو رفتن، پایین رفتن، فرو ریختن، پایین ریختن، پایان یافتن، تمام شدن، به پایان رسیدن، بازگشتن، برگشتن، کنار، پهلو، نزدیک، گذشتن، عبور کردن، خانه، منزل، ناگاه، ناگهان، ترسناک، وحشتناک، هولناک، برخاستن، بلند شدن، مسدود کردن، بستن، اندیشه، فکر، اندیشیدن، فکر کردن، مضطرب، پریشان، نگران، سراسیمه، به یاد آوردن، به خاطر آوردن، خندان، شاد، بشاش، درون، داخل، حادثه، واقعه، اتفاق، قلب، دل، خطرناک، پر خطر، چاره، علاج، جان، زندگی، سخت، به شدت، شدیدن، شدید، سخت، سراسیمه، مضطرب، پریشان، نگران، برهنه، لخت، بدن، تن، همگی، همه، تشکر کردن، سپاسگزاری کردن، برای، به خاطر، پاداش، مزد، جایزه، انعام.
رضا، خوشنودی، رضایت، خدا، خداوند، شادی، خوشحالی، هیچگاه، هیچ وقت، هرگز، فراموش کردن، از یاد بردن، متضاد، فداکار، خودخواه، فداکاری، خودخواهی، غروب، صبح، سرد، گرم، سرما، گرما، روزانه، شبانه، فرو رفتن، بالا آمدن، پایان یافتن، شروع شدن، آغاز شدن، روشن، تاریک، نزدیک، دور از، مسدود کردن، باز کردن، به یاد آوردن، از یاد بردن، فراموش کردن، خندان، عبوس، گرفته، درون، بیرون، خارج، خطرناک، بی خطر، شدید، ملایم، سر، ته، سراسیمه، آرام، رضا، ناخشنودی، هیچگاه، همیشه. کلید تمرین 24. 1. کشاورز از خود گذشته خوشحالی آن شب را هرگز از یاد نخواهد برد. 2. کار روزانه سفر علی تمام شده بود و او به روستای خود برمیگشت. 3. او هر شب از نزدیک راه آهن عبور می کرد تا به منزلش برسد. 4. ناگهان صدای غرش وحشتناکی از کوه بلند شد. 5. از این فکر شدیداً سراسیمه شد و دلش به شدت لرزید. 6. صورت بشاش مسافران را به خاطر آورد که از داخل قطار برای او دست تکان می دادند. 7. مضطرب و با تن لخت به سوی قطار می دوید تا زندگی مسافران را نجات دهد. 8. سنگ های فراوانی از کوه پایین ریخت و راه آهن را بست. 9. همه از او سپاسگزاری کردند و می‌خواستند به خاطر از خودگذشتگیش جایزه‌ای به او بدهند. 10. سفر علی گفت جایزه من خوشنودی خداوند و رهایی شما از این اتفاق پرخطر است. کلید تمرین 25. 1. سفرعلی صورت عبوس و ناآرام راننده قطار را فراموش خواهد کرد. 2. صبح
یکی از روزهای گرم پاییز بود. خورشید تازه طلوع کرده بود. سه کار شبانه کارگران شروع شده بود. چهار منزل سفر علی دور از راه آهن بود و او هر روز از پهلوی راه آهن عبور می کرد. پنج آرام لباسهای خود را درآورد و به ته چوب دستی خود بست. شش او این کارها را هیچگاه به خاطر ناخشنودی خدا انجام نمی دهد. هفت در آن گرمای ملایم قطار قبل از تکانهای ملایم از حرکت باز نایستاد. هشت مسافران از فداکاری راننده فداکار خوشحال شدند. نه قطار مسافربری به خارج ایستگاه که مثل شب تاریک بود رسید. ده عبور از این بیابان دور افتاده در روز روشن بی خطر است. کلید تمرین 27 1 چنانچه خورشید در پشت کوه فرو رود هوا تاریک خواهد شد. اگر خورشید در پشت کوه فرو رفته بود هوا تاریک می شد. دو اگر کار روزانه دهقانان به پایان برسد سفر علی به ده خود باز خواهد گشت. چنانچه کار روزانه دهقانان به پایان رسیده بود سفر علی به ده خود باز می گشت. سه چنانچه سنگ از کوه فرو بریزد راه آهن را مسدود خواهد کرد. اگر سنگ از کوه فرو می ریخت راه آهن مسدود می شد. چهار اگر خطری در پیش باشد راننده قطار ترمز را خواهد کشید. چنانچه خطری در پیش بود راننده قطار ترمز را می کشید. پنج چنانچه سفرعلی در جستجوی چاره ای باشد می تواند جان مسافران را نجات دهد. اگر سفرعلی در جستجوی چاره‌ای بود می توانست جان مسافران را نجات دهد. شش اگر او به تماشای قطار برود صورت بشاش مسافران را خواهد دید. چنانچه او به تماشای قطار می رفت صورت بشاش مسافران را می دید. هفت چنانچه راننده قطار ترمز را نکشد قطار از حرکت باز نخواهد ایستاد. اگر راننده قطار ترمز را نکشیده بود قطار از حرکت باز نمی ایستاد. هشت
اگر سفر علی فانوس نداشته باشد راه او روشن نخواهد بود، چنانچه سفر علی فانوس نداشت راه او روشن نبود. نو چنانچه سفر علی مشعل را بالا نگاه ندارد راننده قطار آتش را نخواهد دید. اگر سفر علی مشعل را